بلیز یکلر کاهرمان است. من به عنوان مدیر برنامه در دانشگاه علوم سلامت، دانشکده فنی حرفه‌ای خدمات بهداشتی درمانی حمیدیه، برنامه کمک‌های اولیه و فوری کار می‌کنم. پس از فارغ‌التحصیلی، دانشجویان ما به عنوان تکنسین‌های کمک‌های اولیه و اضطراری در آمبولانس کار می‌کنند. این دوستان تیمی هستند که قبل از همه به صحنه تصادف رانندگی می‌رسند و اولین اقدامات را انجام می‌دهند. در موارد درد قفسه سینه، تصادف قطار، انفجار، آنها اولین اقدامات را انجام می‌دهند. در برنامه ما دروسی برای درک بیماری‌ها مانند مراقبت اضطراری از بیمار داریم تا دانشجویان ما بتوانند بیماری‌ها را درک کنند، دروسی برای یادگیری پاسخ اضطراری مانند احیا و دروسی مانند ضربه برای یادگیری نحوه مداخله در حوادث رانندگی و سقوط از بلندی ارائه می‌شود. علاوه بر این ما با دروس انتخابی دانش نظری دانشجویان خود را تقویت می‌کنیم. برنامه ما آزمایشگاه خاص خود را دارد. علاوه بر این ما آمبولانس خط قرمز یعنی آمبولانس اورژانس مخصوص خودمان را داریم. در آزمایشگاه ما مواد کافی از نظر فنی و پزشکی را در اختیار داریم. ما یک مدل شبیه سازی، دو مدل احیا و سه مدل مراقبت از بیمار در آزمایشگاه خود داریم. ما تجهیزاتی داریم که به دانشجویان اجازه می‌دهد تمریناتی را انجام دهند که آموزش نظری آنها در دانشگاه تقویت شود. ما دانشجویان سال اول خود را با درس‌های تئوری و عملی در دانشگاه تقویت می‌کنیم. وقتی دانشجویان ما وارد سال دوم می‌شوند، می‌توانند در بیمارستان‌ها و ایستگاه 112 کارآموزی کنند. به این ترتیب آنها دو روز در هفته تمرین می‌کنند. علاوه بر این، دانشجویان ما باید ظرف دو سال مجوز رانندگی پایه 2 را دریافت کنند. در تابستان پس از اتمام ترم دانشگاه در ماه ژوئن، یک کارآموزی تابستانی 7 روزه وجود دارد. دانشجویانی که کارآموزی تابستانی خود و تمام دروس را با موفقیت به پایان برسانند و گواهینامه رانندگی پایه 2 داشته باشند، می‌توانند از دانشگاه ما فارغ‌التحصیل شوند. دانشجویانی که از برنامه ما فارغ‌التحصیل می‌شوند، می‌توانند در ایستگاه‌های 112 در وزارت بهداشت کار کنند. آنها همچنین می‌توانند در ایستگاه‌های 112 با خدمات آمبولانس خصوصی کار کنند. دانشجویان ما این فرصت را دارند که در بیمارستان‌های خصوصی و خدمات اورژانس مراقبت‌های ویژه کار کنند. دانشجویی که از برنامه کمک‌های اولیه و اورژانس فارغ‌التحصیل شود، می‌تواند بخش‌های حوزه بهداشت و درمان کار پیدا کند. جامعه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در ترکیه زمینه‌ای رو به رشد دارد. افرادی که دوست دارند به مردم کمک کنند، به راحتی می‌توانند حرفه ما را انجام دهند. دانشگاه ما اولین دانشگاه در ترکیه است که با موضوع سلامت تأسیس شده است. در عین حال، ما با حدود 60 بیمارستان قرارداد داریم. این امر فرصت‌های زیادی را برای تمرین در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. اگرچه ما در حرفه خود اطلاعات نظری ارائه می‌دهیم، غنی کردن این اطلاعات و فعالیت‌های عملی برای با مهارت بودن و شایستگی دانشجو بسیار مهم است. دانشگاه علوم سلامت همچنین طیف گسترده‌ای از فرصت‌ها را به دانشجویان ارائه می‌دهد. ما دانشجویانی که برنامه ما را انتخاب می‌کنند را در زمینه تئوری و عملی در دانشگاه حمایت خواهیم کرد. با این حال، دانشجو باید وضعیت جسمانی خود را با یک زندگی سالم و ورزش غنی کند. آرزوی موفقیت برای دانشجویانی که در آزمون شرکت می‌کنند داریم و خوشحال می‌شویم شما را در بین خود ببینیم.